علی خامنه ای دو روز پیش گفت مسائل گوناگون کشور مگه قابل رفراندوم هست؟ مگه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل این موضوعات رو دارن؟ تا یه دو روز گذشته کاربران فراوانی نسبت به این موضع رهبری واکنش نشون دادن و با هشتگ‌های رفراندوم و قدرت تحلیل نظرات خودشون رو بیان کردن. احسان سلطانی نوشته نتیجه تصمیم‌گیری چند نفر با چند کلاس تحصیلات حوزوی و قدرت تحلیل احکام دینی، دلار 50 و چند هزار تومانی، پراید 400 میلیون تومانی، مرغ کیلویی 100 هزار تومان. بعد میگن مردم نمیفهمن، قدرت تحلیل ندارن، ما با چند کلاس درس حوزوی باید برای تمام شئون زندگیشون تصمیم بگیریم. کاربری با انتشار عکسی از جمعی از اعضای مجلس خبرگان به طعنه نوشته ما معمولی ها قدرت تحلیل مسائل رو نداریم، قدرت تحسین مسائل فقط این دوستان عزیز. شهریار شمس هم در رشته توییت های حرف های رهبری رو تحلیل کرده و نوشته دو حالت داره، یا مردم در این 40 و چند سال پیشرفت کردند که با این پیشرفت و نداشتن قدرت تحلیل قطعاً 40 و چند سال پیش هم قبل از این پیشرفت باز مشروعیت رفراندوم رو نداشتن، پس همون رأی گیری آیا جمهوری اسلامی باشد آری یا خیر هم فاقد ارزش و مشروعیت، یا حالت دوم در طول این 40 و چند سال پیشرفت نکردن، در نتیجه حکومت اشتباهی بوده که باعث پیشرفت مردم نشده و نباید این اشتباه ادامه داشته باشه. این حرف من نیست، تحلیل و بررسی حرفای خودتون. سخنان رهبری تقریبا واکنش همه اقشار مردم رو به همراه داشته. کاربری نوشته ما رعیت‌های بی‌سواد چون قدرت تحلیل مسائل رو نداریم در انتخابات هم شرکت نمی‌کنیم. کاربری دیگه‌ای نوشته درست قدرت تحلیل نداریم ولی گشنمون که میشه، و سپس با انتشار این عکس نوشته حقوق یک روز کارگر در جمهوری اسلامی. کاربری هم با توجه به اعتراضات اخیر نوشته صدها نفر رو کور کردی، هزاران نفر رو کشتی، هزاران نفر رو زندانی کردی، هزاران مادر رو داغدار کردی، هزاران بچه رو بی پدر کردی، از عمر ما همه رو زدی. ما هم میتونستیم 84 سال عمر کنیم، همه ما برای فرزندانمون آرزو داشتیم، ما قدرت تحلیل داریم، ما هر روز قدرت میگیریم. و خیلی از کاربران هم با کنار هم قرار دادن تصمیمات حکومت و پیشبینی‌های شخص رهبری و رفتار مسئولان قدرت تحلیل رو به نمایش گذاشتن، مثل این کاربر که نوشته آیت الله خامنه‌ای درست می‌فرمایند مردم قدرت تحلیل ندارند، قدرت تحلیل رو کسانی دارند که وعده زمستان سرد اروپا رو به مردم می‌دادند، کسانی که برای شکوفایی اقتصادی طرح گروگانگیری سربازان آمریکایی رو مطرح می‌کردند و با در قابلمه دنبال ریشه‌کن کردن کرونا بودن، یا کسانی که فکر می‌کردن تا سال 1400 نفت آمریکا تموم میشه، کسانی قدرت تحلیل دارن که جلوی واردات واکسن رو گرفتن و باعث کشته شدن مردم شدن و می‌خواستن با پایتون آینده رو پیش بینی کنن، یا کسانی که در یک سال باعث کاهش 130% ارزش پول ملی شدن و می‌خواستن با 1 میلیون تومان شغل ایجاد کنن. امیدوارم امروز که ایشون متوجه عدم فهم و تحلیل مردم شدن، کشور رو به سمتی حرکت بدن که انتخابات رو حذف کنن و ایشون مسئول تمام امور باشه و شخصا مسئولیت رو بر عهده بگیره.